بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. مظالم یهود تنها در اون مسائل مادی نیست، بلکه در علوم مادی هم ظهوری دارد. اونها به هر وسیله که باشد علیه اسلام و مسلمین قیام خواهند کرد. در صدر اسلام، چه این که قبل از ظهور اسلام در زمان انبیاء پیشین هم از سحر تبعیت میکردن، از علوم غریبه مدد میگرفتن، و برای این که به این استمداد از علوم غریبه رنگ مذهب بدهن، سلطنت الهی سلیمان سلام الله علیه را هم به این علوم غریبه استناد میدادن، میگفتن معاذ الله سلیمان هم از این راه سلطنت میکرد. خدای سبحان سلطنت سلیمان را سلطنت الهی می داند و خود سلیمان سلام الله علیه را هم از آلودگی به کفر و سحر تبرئه می کند و ابتلای بنی اسرائیل به سحر را تشریح می کند و خود سحر را هم بیان می کند و خطر سحر را هم گوشزد می کند. می فرماید به این که سلیمان تن به این کار نداد، زیرا ملکی که او داشت عطیه ما بود که ما به او بخشیدیم، که به ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر. در باره خصوص سحر قرآن کریم یک بحث تکوینی دارد، یک بحث تشریعی. اما بحث تکوینیش فرمود به این که فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله، یعنی هیچ کاری از هیچ ساحری ساخته نیست مگر با اذن خدا. در باره کار تشریعی فرمود به این که ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، نصیحت کرد، موعظه فرمود که اینها با سحر کاری از پیش نمیبرن. ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق، میدانن کسی که با سحر آمیخت بهره از آخرت ندارد. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، گرچه اینها میدانند ولی اگر به علمشون عمل میکردن تن به این تباهی نمیدادن. عمده اون مسئله تکوینی است که سحر چیست و چه نقشی دارد. اموری که در اینجا سیدنا استاد رضوان الله علیه مطرح کرد لابد ملاحظه میفرمایید، از بهترین بحث هایی که مفسرین دارن بحث ایشون است. شما در این آیه که بیش از 1,000,000 احتمال در این آیه هست، وقتی به تفاصیل دیگران مراجعه میکنید میبینید یا درباره بحث‌های ادبی این آیه سخن گفتن، یا احیاناً در بحث‌های روایش که به اسرائیلیات منتهی میشود حرف زدن. اما اون بحث اصیل که سحر چیست و چه نقشی در تکوین دارد نوعاً مطرح نکرده. اموری که در این آیه کریم مطرح است در ارتباط با تشریح مطالب مربوط به سحر که از سحر ما هو و از سحر هل هو، از اینجا شروع می شود. امر اول آن است که چیزی در جهان خلقت یافت نمی شود مگر به اذن خدای سبحان، یعنی اگر چیزی سهمی از هستی داشت، موجود بود، نه معدوم نه سراب، حقیقتاً موجود بود، این ممکن نیست وجودش به خدای سبحان استناد پیدا نکند، مگر یک چیزی عدمی باشد مثل سراب، مثل شرور، مثل نقص،
جهل به خدا ارتباط ندارد چون امر وجودی نیست. شر به خدا ارتباط ندارد چون امر وجودی نیست. قبح به خدا ارتباط ندارد چون امر وجودی نیست. هر چه امر وجودی است خیر است و به خدا مرتبط است و هر چه شر و نقص است وقتی تحلیل میکنید امر عدمی خواهد بود. مثلا این که میگوین مار شر است و عقرب شر است، عقرب از اون نظر که یک امری است موجود و زی حیات و تغذیه و تنمیه دارد و زاد و ولدی دارد مانند سایر حیوانات است. در این امور بین عقرب و یک کبوتر فرقی نیست تا کسی بگوید کبوتر خیر است و عقرب شر. همونطور که یک کبوتر از زندگیش لذت میبرد، یک مار و یک عقرب هم از زندگی خود لذت میبرد. همه این امور وجودی خیر است و به خدای سبحان استناد دارد. ولی از اون جهت که عقرب یک آبری را مسموم میکند و حیات او را از بین میبرد یا سلامت او را از بین میبرد، او را معدوم میکند یا سلامتش را معدوم میکند، از این جهت میشود شر. اگر عقرب در عالم اصلا به کسی آسیب نرساند که شر نیست. پس شر اون عدم ذات یا عدم کمال ذات است. یعنی وقتی که عقرب کسی را مسموم کرد، اون شخص از بین رفت یا سلامتش از بین رفت، اون زوال الحیات یا زوال السلامه می شود شر. هیچ ممکن نیست ما مفهوم شر را از یک امر وجودی انتزاع بکنیم که مثلا بگوییم این امر شر را. این یک مسئله عقلی، نه یک مسئله لفظی. تا انسان از اسناد کلمه فعل به شر، مثلا شر اصابنی یا مستنی از زور و امثال ذلک، انسان استفاده کند که شر یک امریست عدمی. ما جهل را هم به انسان نسبت میدیم، میگوییم زیدون جاهلون، یا اما را نسبت میدیم میگوییم امرون اعما. اما این چه نیست که اگر ما جهل را به کسی نسبت دادیم یا اما را به کسی نسبت دادیم، صرف این استناد باعث بشود که این امر وجودی باشد. این گونه از قضایا، این در تحلیل قضایای معدوله نه قضایای موجبه محصله. شما وقتی میگوید زید عالم است، یک قضیه موجبه محصله است. وقتی میگوید زید جاهل است، یک قضیه معدولة المحمول است. یعنی حرف تل در محمول تعبیه شد. گاهی میگوید زید دانا نیست، گاهی میگوید زید نادان است. این حرف نفی در محمول تعبیه شد. گاهی میگوید زید نادان است، گاهی در عربی این کلمه نفی را در درون محمول جاسازی میکنن، از او به عنوان جهل یاد میکنن، میگن زید جاهل است یا زید اعماست. اگر ما گفتیم زید اعماست، چون حرف سل را در درون محمول جاسازی کردیم، این محمول حامل حرف سلب است. وقتی سلب در درون او راه پیدا کرد، این قضیه موجبه محصله نیست، قضیه موجبه معدولة المحمول است. روحش به قضیه سلبی برمیگردد. این چه این نیست که ما یک امر وجودی را به زید نسبت دادیم، بگوییم زید جاهل است، یعنی جهل امر وجودی است، یا اما یک امر وجودی است، یا فقر یک امر وجودی است. همه این قضایا به قضیه موجبه معدولة المحمول برمیگردد. زیدون اعما، زیدون جاهل، زیدون فقیر، زیدون امی و امثال ذلک. اگر احیانا گفته شد او گرفتار جهل است، یا مستنی از زور، یا مستنی از شر، یا امثال ذلک، از این تعبیرات نمی شود وجودی بودن شر استفاده کرد، که شر یه امریست وجودی. محال است ما که مفهوم شر را از یه امر وجودی بتوانیم انتظار بکنیم. یه مفهوم روشنی است. ما اگر چنونچه نظیر خلق الموت و الحیات، نظیر جهل از ظلمات و نور، ظلمت مجهول است اما مجهول بالعرض است، عدم و نور ظلمت است، وگرنه تاریکی چیزی است که تو رو خلق کند. تاریکی زوال نور است. اگر گفتیم الهواء مظلمون، مثل آن است که بگوییم زیدون جاهلون یا زیدون اعما. لذا در روایات از شر لیس الیک، شر به تو استناد ندارد.
اگر شرع امر وجودی باشد یقینا به خدا مستند است. مفهوم خیر و شر مفهوم روشنی، ممکن نیست ما بتوانیم این مفهوم را از مفهوم شر را از یه امر وجودی انتزاع بکنیم. مثلا میگوییم سم شر است. سم شر است یعنی چه؟ یعنی باعث زوال حیات است یا زوال سلامت. ما از اون زوال الحیات یا زوال السلامه انتزاع شر میکنیم، وگرنه از وجود این چه شر انتزاع نمیکنیم. اگر گفته شد سیل شر است، برای اینکه ویران کننده است، وگرنه از اون جهت که آب وافریست و مزارع رو سرسبز میکند که شر نیست. هیچگاه ما مفهوم شر را از یک امر وجودی انتزاع نمیکنیم، این مستحیل است. شما هر موردی را که به عنوان شر مصداق پیدا کردید، اونجا سخن از زوال است. وگرنه وجود هر شی، هستی هر شی، هم برای خود او خیر است، هم برای سبب او خیر است، هم برای لوازم و مسبب او خیر است و ماننده. غرض آن است که اگر یک چیزی موجود شد حتما به خدا استناد دارد، و اگر چیزی موجود نبود ما او را موجود پنداشتیم، نظیر جهل، نظیر ظلم، نظیر فسق، نظیر عما، امثال ذلک، اینها به فقدان قابل برمیگردد. لذا در روایات این چی آمده است که و شر لیس الیک. اما این است که هر موجودی باید به خدای سبحان استناد پیدا کند، گذشته از این که برهان عقلی همراه اوست، بیان مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده است که در نهج البلاغه هست، در کلمات امام رضا سلام الله علیه هست که فرمود کل قائم فی سواه معلول. این از اون خطب بلند نهج البلاغه است که مرحوم سید رضی فرماید این خطبه مشتمل بر علومی است که سایر خطب مشتمل بر اون نیست. فرمود و کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر موجودی که به غیر متکی است معلول است. یعنی هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست علت میخواهد. این نظام هستی را نظام علی و معلولی میداند. هم در خطبه های مبارک امام هشتم سلام الله علیه اونطوری که مرحوم صدوق در کتاب شریف توحید نقل کردن آمده است، هم در بیانات مبارک امام اول السمی سلام الله علیه، که اگر یک موجودی هستی او عین ذات او بود، او قائم به ذات است مانند خدای سبحان کلا شریک له، و هر موجودی که هستی او عین ذات او نبود این معلول است، یعنی علت میخواد. این امضای نظام علی عالم است. کل قائم فی سواه معلول، هر چه که به غیر متکی هستی او عین ذات او نیست این معلول. روی این از امر اول این بحث این خواهد بود که هر چه موجود است، نه پنداری نه نظیر سراب، هر موجودی چه هستی او عین ذات او نیست علت میخواهد. واجب تعالی علت نمیخواهد چون هستی محض است. سراب علت نمیخواهد چون موجود نیست. سراب سبب نمیخواهد چون چیزی نیست. هر چیزی که سهمی از هستی دارد اگر هستی او عین ذات او نباشد یقینا معلول است. این اصل اول. مطلب دوم آن است که طبق این اصل فرقی بین امور عادی و غیر عادی نیست. امور چه معتاد چه غیر معتاد، هر چه سهمی از هستی دارد باید به علت تکیه کند، اگر هستیش عین ذاتش نباشد. خواه طبق عادت باشد، خواه خارق عادت باشد. هیچ ممکن نیست یک شیعی بدون سبب یافت بشود. خواه امر عادی باشد، خواه خارق عادت. امر سوم آن است که این خارق عادت خواه به سود مردم باشد، خواه به زیان مردم، خواه نظیر معجزه و کرامت باشد،
خواه نظیر سحر و کهانت و شعبده و امثال ذلک باشد، چه امری که در خیر مردم است چه امری که خیر مردم نیست، خود اون شی سبب میخواهد. گرچه هر یک امر عدمی است ولی به یک امر وجودی متکی است. امر بعدی آن است که کارهایی که به عنوان خارق عادت انجام می شود، بعضی ها اسباب طبیعی محسوس دارند، منتها در اثر تکرار و تمرین فراوان شخص یک قدرتی پیدا می کند. نظیر این که ممکن است کسی در اثر اعتیاد به سم با خوردن سم از بین نرود. این یک سبب طبیعی دارد. تکرار این کار، تمرین متمادی در این کار طوری بدن انسان را تضمین می کند که ممکن است سم بخورد و نمیرد. اگر کسی سم خورد و نمود، این کار خارق عادت است، ولی منشأ عادی محسوس دارد. بعضی از کارها خارق عادت است، منشأ مادی غیر حسی دارد که به حس نمی آید، در اثر سرعت سیر و مانند آن که محسوس نیست این شخص چگونه رو تناب رفته و نیفتاد، چگونه در مدت کوتاهی از جایی به جایی حرکت کرد و کسی او را ندید، چگونه یک متاعی را از جایی به جایی منتقل کرد و کسی او را ندید. این امور مستند است به یک سلسله علل و اسباب طبیعی و مادی، منتها در اثر سرعت عمل محسوس ما نیست. اینها یک کارها رایج که شعبده بازان و امثال ذلک دارد. بعضی از امور مبادی غیر مادی دارد، نظیر اخبار به آینده که از آینده خبر میدم که در فرون روز فرون حادثه اتفاق میفتد. احیانا گاهی این خبر مطابق واقع در میاد، گاهی هم چیز، ولی اونجا که مطابق با واقع در میاد معلوم میشود به یک جای استناد دارد. این گونه از امور که اخبار به آینده است و از غیب خبر می دهد، نه مبدع مادی محسوس دارد نه مبدع مادی غیر محسوس. این کارها را احیانا مراتزه دارند، سحره دارند، کهنه دارند و ماننده. اینها باید به کجا استناد پیدا کنند؟ چون یک امر موجود است بی سبب نخواهد شد. اگر ما احتمال بدهیم یک شیء در عالم روی تصادف یافت شد، هرگز نمیتوانیم برهان اقامه کنیم که چون جهان موجود است پس خدایی است. احتمال تصادف احتمال جمع بین نقیضین خواهد بود. ممکن نیست یک پدیده بدون سبب یافت بشود. پس هر پدیده سبب دارد، خواه مادی خواه غیر مادی، خواه محسوس خواه غیر محسوس. اونجا که یک گزارشگری از یک غیب خبر می دهد حتما یک سبب دارد، حالا سببش غیر مادی. چیزی که می تواند این گونه از امور ساحران یا غیر ساحران را توجیه کند همون قدرت اراده و قدرت روح است. انسان دارای دو حقیقت نیست، یکی بدن و یکی روح، بلکه انسان یک حقیقت متحد است که اصل او را روح او تشکیل می‌دهد و فرع او را بدن او. این چه نیست که بدن عدل روح باشد و این دو امر دو اصل باشند در تشکیل حقیقت انسان، بلکه طبق بیان امام ششم سلام الله علیه که بود، اصل المرء لبه، اصالت از آن روح است و بدن تابع او، و هر کاری را که روح بخواهد در حیطه بدن انجام میده. روح کاری را بدون آگاهی و علم انجام نمیده و اراده او مسبوق به آگاهی و علم اوست. به هر چه جزم پیدا کرد بر اساس همون قطع و جزم اراده میکنه.
انسان‌های عادی به مطالب عادی یقین دارن و برابر همین یقین‌های عادی اراده‌های عادی دارن، لذا کارشون بر عادت می‌گذرد. انسان‌های غیر عادی از یک راه‌های دیگر جذب پیدا می‌کنند، طبق اون جذب اراده بر اراده ایجاد می‌شود و طبق اون اراده کار می‌کنند. انسان در مدت عمرش از حلقین‌ها هم مستحضر بود. گاهی شما می‌بینید در مسافرت در شب تار انسان اول توهم می‌کند اون شبی که از دور دیده می‌شود اون درخت است، بعد کم کم خیال می‌کند حیوان است، بعد کم کم خیال می‌کند به صورت یک غول و دیو خواهد بود. این خیال او تقویت می‌شود، به صورت علم جزمی در می‌آید. وقتی علم جزمی در آمد، همون علم جزمی باعث پیدایش اراده است و او در محدوده فکر خود یک دیوی می سازد و از او می ترسد و می گریزد و فاقا فرار می کند. این شخص از خود فرار می کند، نه از دیگری یا از دیو بیرونی. این اراده کرد که دیو بسازد ساخت و از دیو ساخته فرار می کند و این ارادهش هم منشأ اون تخیل قوی او. اگر علم جزمی شد و 100% شد، اراده را هم به دنبال دارد. اراده باعث پیدایش صورت است در صحنه نفس این شخص، نه بیرون، و همون صحنه باعث ترس اوست و باعث فرار کردن اوست. این معنا برای بسیار از انسان‌ها در حالت خواب ممکن است. در خواب همون خیال تقویت می شود، اراده را وادار می کند به ساختن، اراده صوری را می سازد و اون صور را انسان در خیال متصل خود در خواب می بیند، یا از او لذت می برد یا از او هراسناک می شود و غمگین می شود. اون صوری را که در نفس ساخته است در بدن او اثر می گذارد. گاهی از شدت نشاط بیدار می شود، گاهی از شدت ترس بیدار می شود. پس اون چرا که نفس به عنوان علم جزمی یافت باعث پیدایش اراده می شود و اراده هم در درون نفس می سازد، یا خوب می سازد یا بد. در بیرون از نفس این گونه افراد چیزی نیست، در درون این گونه از افراد ساخته های اراده اونهاست که اراده اونها را خیالات قوی اونها می سازد. بنابراین در بسیاری از مسائلی که احیانا درباره احضار ارواح سخن به میان می آید که چگونه روح را با این که امر مجرد از حاضر می کنم، یا این شبه مطرح است که چگونه روح زنده را حاضر می کنم، یک شخص زنده در حالی که بیدار است مشغول کار خودش هست روح او را احضار می کنم، یا این سؤال مطرح است که روح بعد از رهایی بدن و ورود در اون نشأه دروغ نمیگوید، چرا فرون روح دروغ گفت، یا چرا این دروغی که ما احضار کردیم دو جور حرف زدم. این شبهاتی که مطرح است بر اساس این توهم است که اینها که احضار ارواح دارن با خود روح خارج در ارتباطن و روح خارج را احضار میکنن، لذا اشکال میکنن که روح چه مجرد است در یک خانه نمی گنجد که اون روح را به خانه بیاورن، یا روح انسان زنده بیدار که بدن خود را دارد اداره میکند چگونه در این خانه و در این اتاق آمده است، و یا روح مجرد که رخت بربست چگونه از اون نشأه درست گزارش نمیدهد، دروغ میگوید و امثال ذلک. هیچ کدام از اینها ارتباط با واقع نیست. این گونه از ارتباط ها در همون خیال متصل است، نه مثال منفصل، یعنی در نهان خود آدم است. این نهان چطور در خواب ظهور می کند، به صورت ازغاس و احلام در می آف، یا به صورت خواب خوب در می آف. در بیداری هم اگر کسی این نهان و نهاد را تقویت کند، یا به صورت ازغاس و احلام در می آف، یا به صورت رویاهای صادق در می آف.
این که ارتباط پیدا میکند یعنی اون روح برای این شخص احضار کننده در محدوده خیال متصل او حضور دارد یا در محدوده خیال متصل حاضران در اون محفل حضور دارد، نه اینکه روح که امر مجرد است به اون خانه بیاید یا روح زنده ای را از بدنش جدا کنند در اون اتاق احضار کنند یا با حفظ تعلق با اون بدن در اتاق دیگر احضار کنند. این چنین نیست. ما هر چرا بپنداریم این پندار ما اگر تقویت شد اراده می سازد و اگر اراده چیزی را ساخت ما او را واقعا می بینیم، واقعا می شنویم. چون ما الان هم در عالم مثال به سر می بریم، چیزی را که اراده ساخت انسان می شنود ولو دیگری نشنود، می بیند ولو دیگری نبیند. بنابراین این یه اصلی ممکنه. اگر این اراده در اثر خبث نفس به خود همون نفس متکی بود، هم محدود است، هم احیانا خلاف میگوید، هم قابل شکست است. ولی اگر این اراده در اثر طهارت روح به خدای سبحان ارتباط برقرار کرد، هم مطلق است و هم هرگز خلاف نمیگوید و هم هرگز شکست نمی خورد. فرق بین اون چرا که انبیا و اولیا می بینن علیهم السلام و اون چه که مراتزه و کهنه و سحره و امثال ذالک می بینن، آن است که ساحران یا کاهنان در اثر تولید اراده در محدوده نفس پلید خود صوری را مشاهده می کنم، لذا هم محدود است، هم احیانا خلاف خواهد بود، هم قابل شکست. ولی اگر در اثر ارتباط با خدای سبحان مانند انبیا و اولیا به اراده الهی اتکا داشتن، هم مطلق است، هم حق و صدق است، هم شکست ناپذیر. لذا وقتی خدا انبیا را می ستاید می فرماید کتب الله لأغلبن انا و رسولی، هیچ ممکن نیست که انبیای من شکست بخورد، یعنی نبوت شکست نمی خورد. گرچه ممکن است یقتلون النبیین بغیر حق، انبیا را بکشند، ولی رسالت نبوت شکست نمی خورد. فرمود و ان جندنا لهم الغالبون یا لهم المنصورو، فرمود اینا سپاهیان منن، اینا منصورن، هرگز وحی و رسالت شکست نمیخورد، زیرا به قدرت لا یزال الله بسته است، ممکن است خود اون پیغمبر رو شهید بکنه. بنابراین اون چرا که نفس در اثر علم اراده پیدا میکند میسازد، منتها اگر اون علم او صحیح بود اراده صحیح است و ساخته های او صحیح، و اگر علم ضعیف بود یعنی باطل بود اراده شم ناسواب و ساخته های او ناسواب. این یک بحث. گاهی ممکن است اراده به قدری قوی باشد که نه تنها در محدوده خود انسان این ساختن محقق است، برای دیگران هم انسان چیز بسازد یا در عالم خارج چیزی بسازد، خواه در ذهن دیگران بسازد یا در واقعیت خارج بسازد، نظیر کاری که انبیاء علیهم السلام می‌کردند. اونها در اثر قدرت اراده می‌توانستند مرده ای را زنده کنند، درخت پژمرده ای را سرسبز کنند، نه تنها خود تیار عرض داشتن، ممکن است کسی را از جایی به جایی هم ببرند. این قدرت اراده همون طوری که در محدوده بدن اثر می‌گذارد، وقتی قوی شد دیگران به منزله بدن این اراده قوی خواهند بود. اصولاً میگن یکی از خواص نبوت آن است که عالم طبیعت به منزله بدن پیغمبر است، همون طوری که هر انسانی بر بدنش مسلط است و هر چه بخواهد در محدوده بدن پیاده می‌کند، نفس نبی هم نسبت به کل عالم این چنین است، به منزله روح است
و کل عالم به منزله بدن او. همونطوری که ما به اذن خدا در بدن خودمون موثریم، نه بدون اذن خدا، پیغمبرم به اذن خدا در عالم موثر است. خواب نظیر عیسی مسیح سلام الله علیه که بگوید اخلق لکم من التینه کیئت تیره به اذن الله فانفخوا فیه فیکونوا طیرا به اذن الله. خواه مانند اون که بگوید انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک ترفک، اون هم باید بگوید به اذن الله. منتها او نگفت سلیمان وقتی که فلما راه و مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اعشکرم اکفر، یعنی اون که تخت را از دورترین نقطه به حضور سلیمان قبل از چشم به هم زدن احضار میکند به اذن خدا. ممکن نیست کسی کاری در عالم انجام بدهد به این کارش به خدا ارتباط برقرار نکند. چرا؟ چون اگر موجود است علت میخواهد و اون علتم چون هستی او عین ذات او نیست، باید به علت العلل که خدای سبحانه است و مسبب الاسباب است ارتباط برقرار کند و از اونجا نشأت بگیرد. همه این علل و اسباب به مسبب اسباب ارتباط پیدا میکنند و اون خداست. بنابراین هر کاری در هر گوشه عالم یافت میشود، اگر کارد و سهمی از هستی دارد، به خدای سبحان برمیگردد و از اون جهت هم البته خیره. بنابراین اگر سحر در عالم بخواهد کاری انجام بدهد، این کار بدون اذن خدا ممکن نیست. لذا فرمود به ما هم به زارین بهی من اهدن الا به اذن الله. همونطوری که کار انبیا به اذن الله هست، کار ساحرانم به اذن الله هست. اگر احیای موتا به اذن الله هست که عیسی مسیح فرمود احی الموتا به اذن الله، اماته احیا هم به اذن الله هست. اگر ساحری یا کاهنی بخواهد کاری کند که کسی از بین برود، اونم بدون اذن خدا نخواهد بود. تنها ضرر نیست، منتها چون در آیه مسئله ضرر رو مطرح کرد، فهمود بین که به ما هم بزار نبهی من عهد الا بزن الله. وگرنه هر کاری در هر گوشه عالم یافت بشود باید به اذن خدا باشد، چون الله رب عالمیان است. اگر یک موجودی به خدای سبحان استناد پیدا نکند، می شود تفویض مستحیل، یا لازمش آن است که معلول علت نخواهد، یا لازمش آن است که این شیء به خود متکی باشد، یعنی انقلاب ذاتی یک ممکن به واجب، و همه مستحیل. بنابراین هیچ ممکن نیست در هیچ گوشه عالم کاری واقع بشود مگر اینکه به خدا استناد دارد، و اونجا که به خدا استناد ندارد، نظیر آیه سوره نساء که فرمود به ما اصابک من سیئت فمن نفسک، چون وقتی سیئه تحلیل می شود به نقص برمی گردد و نقص یه امر عدمی است، اون امر عدمی به خدا بر نمی گردد، مثل سراب. و اگر نه، اگر چیزی باشد موجود، یقینا به خدا استناد دارد. و اگر اراده قوی شد، همونطوری که در داخل بدن انسان اثر میگذارد، در خارج هم اثر میگذارد. چطور یه انسان در شب تار در بیابان وحشت زده است و فرار میکند؟ چون یک دیوی را خود ساخت و میبیند. ممکن است در اثر تقویت اراده همین خاصیت را درباره دیگران ایجاد کند. و اگر در دیگران این اراده پیدا شد، در بدن اون هم یه اثری پیدا می شود. این که می بینید بعضی از اطباء بیمارانی را با تلقین درمان می کنند، سرش این است که اراده در بدن اثر می گذارد. همونطوری که خبر بد گدازنده است، خبر خوبم پرورنده است. اگر یه گزارشگر دروغگوی یه خبر تلخی را به کسی بدهد، احیانا ممکن است او سکته کند. چرا؟ نه اون واقعیت این شخص را از بین برد، چون واقعیتی نبود،
خبر دروغ در انسان اثری دارد، چه خبر راست همون اثر را دارد. اون چه که مؤثر است اندیشه خود آدم است. اگر یه خبر تلخی به یک شخص برسد، چرا او متاثر می شود؟ چرا گریه می کند؟ یا چرا خنده می کند؟ یا چرا از شدت نشاط سکته می کند؟ یا از شدت اندوه سکته می کند؟ این مرگ او مربوط به اراده اوست، به اراده او محصول اندیشه اوست. فهم که آدم را نمی کشد، اراده از چه می کشد؟ فهم که آدم را نمی نالاند، اراده از چه می گریاند؟ اندیشه بدون اراده کار انجام نمی دهد. انسان متحرک به اراده است، نه متحرک به علم. کار را اراده می کند، نه فهم. منتها فهم اراده ایجاد می کند، اراده کار می کند. اگر کسی خواست بخندد که با علم نمی خندد. اگر کسی مطلبی را شنید و گریه کرد، این عشق را که اون علم به بار نمی آورد. انسان که باکیه به علم نیست، باکیه به اراده است. انسان متحرک به اراده است. اگر کار است رو اراده است، نه روی علم. منتها علم به سرعت اراده تولید می کند، اراده به سرعت عشق می جوشاند. انسان خیال میکند همین که شنید ناله کرد، یا همین که شنید عشق ریخت. عشق او مال اندیشه او نیست، مال اراده اوست. غضب هم این چنین. گاه انسان یک مطلبی را میشنود، از شدت غضب تمام بدنش خیس عرق میشود. این عرق یک کار اختیاری است، کار بی اراده نیست. منتها چون این اراده سریع است، ما خیال میکنیم که این کار بی اراده شد. این اندیشه اراده ساخت، اون اراده عرق ساخت. گاهی اگر یه خبر دروغی به کسی برسد، او سکته میکند و میمیرد. این موت، موت ارادی است. اون اندیشه اراده ساخت، اون اراده هم باعث پیدایش مرگ شد. نمیخواد، ولی وقتی علم پیدا کرد میگوید این حیات برای من سودمند نیست. او حیات خوب میخواد، نه حیات بد. میگوید حیات منهای فرون شخص رو من نمیخواهم. پس اون چی که در انسان مؤثر است در بدن او به نام کار اراده اوست، و اراده او را اندیشه او میسازد، خواه مطابق با واقع، خواه غیر مطابق با واقع. سر مطابق با واقع نیست ولی مؤثر است. معجزه و کرامت مطابق با واقع است و مؤثر است. چون سحر از نفس خبیث ساحر هست، مطابق با واقع نیست. اولا قابل شکست است، ثانیا محدود است، ثالثا. ولی اعجاز و کرامت چون مطابق با واقع است و در اثر طهارت روح پیغمبر و وصی به خدای سبحان ارتباط شدید برقرار دارند، حق است. اولا قابل تخلف نیست، ثانیا قابل شکستم نخواهد بود و مطلق از سالسم. و اگر این کاری که به نام معجزه یا کرامت از نفس پاک پیغمبر یا وصیش نشأت میگیرد، اگر این کار با دعوای نبوت همراه بود، یعنی صاحب این کار مدعی نبوت بود، این کار را میگویند معجزه. و اگر با تحدی و دعوای نبوت همراه نبود میگوین کرامت. فرق کرامت و معجزه در اون مسائل جوهری نیست. معجزه مبارز طلب میکند، یعنی تحدی میکند، میگوید من پیغمبرم، شما اگر در نبوتم شک دارید مثل معجزه من معجزه بیاورید. مبارز طلب میکند، میگوید تحدی. اگر این کار غیر عادی با تحدی همراه بود می شود معجزه، و اگر با تحدی همراه نبود می شود کرامت. هم پیغمبر درخت سر خشکی در سر سبز می شود و هم امام. منتها کار امام کرامت است، کار پیغمبر معجزه. هم پیغمبر مرده را زنده می شود، هم امام. منتها پیغمبر کارش معجزه است، امام کارش کرامت. منشأ هر دو اینها ولایت است. نفس اگر کامل شد، انسان ولی الله شد، توان تأثیر در تکوین به اذن خدا را دارد.
و نظام هستی در برابر او به منزله بدن یک روح است باذن الله. منتها اگر این کار با تحدی همراه باشد می شود معجزه، با تحدی نباشد می شود کرامت، وگرنه مشترک بین امام و پیغمبر همون ولایت است. نبوت و امامت یا خلافت دو چهره بیرونی هم و ولایت یک چهره درونی است. نفس اگر به ولایت رسیده است می تواند در تکوین به اذن خدا اثر بگذارد. فرق اینها یه فرقی است مجاور، یک آنکه معجزه دارای تحدی است، دیگر اینکه کرامت این تحدی را ندارد. اما فرق سحر با کهانت و سایر علوم غریبه به خواست خدا بعدا روشن می شود. والحمد لله رب العالمين.